من سلام عرض میکنم خدمتون های مستاقی، خیلی ممنون از وقت مجددی که در اختیار ما قرار دادید. سری میرم سراغ اصل مطلب. قبل از اینکه بخوام حالا اصل مطلب یعنی محتوایی که ما برای خب شنوندگانمون آماده کردیم در اینجا ازتون بپرسم، در پیوند با صحبت شما در گفتگوی هفتگیتون با آقای سعید بهبهانی یه سوالی دارم، چون هم کمی جنجالی شد، خب البته کمی هم خنده‌دار بود اون قسمت از تحلیل شما در مورد مهدی خلجی، و از همه مهمتر من دیدم تو کامنت ها بعضی ها یه سوء تفاهمی براشون به وجود اومده بود. شما مهدی خلجی رو چون که کج افراطی معرفی کردید، خب برای بعضی ها هم جالب بود، عرض کردم برای خیلی ها هم جالب بود، برای بعضی ها هم شاید یه سوء تفاهمی به وجود اومده بود که شما اساساً به دنبال حالا تمسخر طرف بودید، در حالی که من با رویاتتون آشنا هستم میدونم اینطور نبوده و مقصودتون اساساً چیز دیگه ای بوده. هم در مورد مهدی خلجی هم در مورد سخنان اون هفته تون اگر حرفی هست خوشحال میشم بشنوم. مهدی خلجی از موقعی که تبدیل شده به کج افراطی، این به طور هیستریک علیه شاهزاده رضا پهلوی هم حرف میزنه هم مطلب مینویسه. ظاهراً عقده های ایشون اینجا دیگه بیرون زده و تشدید شده. قبل از هر چیز من باید بیان خدمتتون که این عنوان مهدی خلجی به عنوان کج افراطی رو، این رو خانم الهه بقراط اولین بار استفاده کردن و در واقع من آنچه که ایشون مطرح کرده بودن رو تکرار کردم، نه به مفهوم این که من معتقد به این نیستم یا نه، اتفاقا به خاطر اینکه موقع فکر نکنن که این رو من ساختم، از بابت حق امتیاز دارم میگم، چون من فکر میکنم که بایستی این رو به بگم که چه کسی اولین بار استفاده کرده. ولی نکته بعدیش میخوام این عرض کنم خدمتتون، ببینید آقای خلجی در واقع به نظر من از همون موقعی که به خارج از کشور اومده دارای دیدگاه‌های موذیانه‌ای بوده. ایشون آدمی است که به نظر من یک آخوندی بوده در حوزه علمیه قم و در تاریخخانه‌های اونجا، اتفاقا تو بدترین اوقات اون تاریخخانه‌ها، و بعد با یک سری عقده های شدید ایشون به خارج از کشور اومده. متاسفانه در امریکا راه برای چنین افرادی بازه و هر کسی میتونه هر ادعایی کنه. تحصیلات حوزه علمیه قم رو هم ایشون جا میزنه به عنوان پی اچ دی و نمیدونم دکترا و اینها، و بعد هم میدونید که در یک مناسباتی قرار میگیرن و در اصطلاح انستیتوها و اتاق فکرها، که از نظر من اینها اساساً در خدمت رژیمن و بخشی از لابی رژیمن و برخلاف منافع ملت ایران اینها حرکت میکنن. این یه بحث مسئله است. مسئله بعدی حملات لجام گسیخته ایشون به شاهزاده رضا پهلوی بود و اون هم به اون سوابق ننگین ایشون، و ما میدونیم که ایشون خودشون رو خیلی میهن دوست جلوه میدن و شاهزاده رضا پهلوی رو در نقطه مقابل، در حالی که ما میدونیم که ایشون از یا اینکه شاهزاده رضا پهلوی و یا در واقع پدر ایشون رو وابسته به غرب و آمریکا و نمیدونم اینها به جلوه میدن و اینکه از اونها دستور میگرفتن، ولی ایشون از نوک پا نوک انگشت پا تو فرق سرش وابسته به امریکایی هست و از پول اونها ارتزاق میکنه و در انستیتوی اونها هست و در واقع امریکایی ها پول به کسی نمیدن که بر علیه منافعشون عمل میکنه. بنابراین خیلی واضحه ایشون حقوق بگیره دولت امریکاست، حقوق بگیره نمیدونم اتاق فکرهای امریکاییست و معلومه که این پولها از کجا میاد. بعد این آدم حالا فکرشو بکنید میاد ادعای ملیگرایی و ادعای وطن دوستی میکنه، گویا که ایشون مثلا وسط زندان اوین نشسته، حالا نه که زندانی بودن برای انسان یا برای عقاید انسان به نظر من مشروعیتی بیاره، نه منظور این نیست، ولی منظورم اینه که کسی که حقوق بگیری دولت امریکاست چنین ادعایی رو میکنه.
ملاحظه میکنید و چنین پوزهایی میاد یا پوز میگیره. اینه که من فکر میکنم آقای خلجی پس از اینکه دچار این بیماری شدن، عملا بیماری دیگه ایشون زده بیرون و اون هم عقده های ایشونه که به شکل لجام گسیخته امروز بیرون داده و دروغ های عجیب و غریبی هم میگه و متاسفانه این رسانه ها چنین افرادی رو هم نیاز دارن و اینها رو به این ترتیب با تریبون هایی که بهشون میدن دوباره مطرح. شما کی هستید؟ یعنی کی به اینها اجازه داده که مثلا، یعنی مشروعیتشون از کجاست؟ کی به اینها مشروعیت میده که دولت در تبعید باشن؟ همونطور که گفتمان انقلابیشون خیلی موفق بود، واقعا دستشون درد نکنه، انقلاب جنگشون هم همینطور هست و همونقدر مبتنی بر توهم و منتهی به شکست. همش هم توی یه مدت همش گفتن انقلاب مهسا دیگه، انقلاب مهسا، انقلاب جینا، انقلاب زن زندگی آزادی، و گویا یه انقلابی در ایران هست و می‌خواستن در حقیقت بگن انقلاب نه تنها ممکنه که اتفاق افتاده. خب سوال این هست که اگر این انقلاب اتفاق افتاده و این انقلاب که به قول ایشون همیشه میگفتن که این انقلاب قطعا پیروزه و هیچ تردیدی نیست در این که انقلاب مهسا به سقوط جمهوری اسلامی منجر میشه، خب چه نیازی به حمله نظامی هست؟ یعنی سوال اینه که چرا ایشون از انقلاب به جنگ پناه برده؟ یعنی که آیا این غیر از اینه که انقلاب نه رخ داده و نمیتونست رخ بده و نمیتونست موفق بشه؟ آیا این به معنی نیست که تمام اون کاخ اوهامی که ایشون و پیروانشون ساخته بودن در این دو سه سال اخیر مخصوصا همه بر باد رفته؟ آقای پهلوی من فکر کنم که دچار واقعا یک بیماری اوتیزم عقلی و سیاسی شده. اوتیزم یعنی در خود نشستگی. ایشون انگار که در دنیای تخیلی به کار میبره. هواداران ایشون مثل خود ایشون به چیزی به نام مشروعیت قائل نیستن، مثل پدرشون و پدر بزرگشون. در نشریه میشه هر کسی خواست با زور بیاد بگه که من اول با حمله اسرائیل بگه من پادشاهم. یعنی دیگه قبلا میگفتن که آره میخوایم ما رفراندوم کنیم در ایران ببینیم که اگر مردم طرفدار پادشاهی بودن بعد ایشون میشه پادشاهی. الان نه دیگه، قشنگ دیگه رفراندوم هم دیگه کلم یکون و تلقی کرد و نه دیگه به رفراندوم هم نیازی نیست، ایشون اوردی شاه شدن. همونطور که انقلابشون در انقلاب دیجیتال بود، انقلاب دو سال پیششون، این رهبریشون هم رهبری دیجیتال دیگه، در واقعیت که خبری نیست. بله البته من چون که دیدم بعضی از کامنت ها خب شما رو مورد خطاب قرار داده بودن که چرا مثلا در مورد مهدی خلجی، چون که من یه محتوایی درست کردم در مورد بعضی از سوابق گذشته مخصوصا خانوادگی ایشون صحبت کرده بودم، چون البته اونا چیزای خصوصی نبود، قبلا در فضای مجازی منتشر شده بود. متاسفانه بعضی از دوستان یا بعضی از کسایی که چنین انتقاداتی میکنن فراموش میکنن که امثال مهدی خلجی پابلیک فیگور هستن. اینها وقتی میان خودشون قاطی یه سری مسائلی میکنن باید انتظار این هم داشته باشن که شدیدترین انتقادات نسبت بهشون بشه، مخصوصا وقتی مهدی خلجی ما شاهد هستیم که انتقاد نمیکنه، بیشتر لجن پراکنی میکنه و متاسفانه این رویش هم داره به قول شما ادامه میده. اما بریم سراغ اصل مطلب. سال اول رو آقای مصداقی میخواستم در مورد اسماعیل قاهانی ازتون بپرسم. ما توی محتوای گذشتمون در مورد اسماعیل قاهانی سوالی ازتون پرسیدیم که خب یه سری شایعات هست در مورد جاسوسی ایشون یا جاسوسی دستیار ایشون، ولی اون موقع هنوز انقدر قوت نگرفته بود. اما از روز گذشته با استناد به گزارش های میدلیست یا اسکای نیوز عربی که بیان کرده بودن اسماعیل قاهانی و تیمش تحت بازجویی عوامل سپاه پاسداران که توسط شخص مستقیم علی خامنه ای هم نظارت میشه بهشون قرار دارن، در پیوند با اتفاقاتی که هم برای نصرالله افتاده هم برای معاون اجراییش، و اینکه خب اتهام جاسوسی رو به ایشون زدن. اسکای نیوز هم نوشت که در زیر بازجویی ایشون حتی سکته کرده و به بیمارستان رفته. من خودم متن انگلیسی اسکای نیوز رو دیروز کامل خوندم و چون واقعا نمیشه اعتماد کرد به اساسا به این رسانه ها نمیشه اعتماد کرد، چه برسه بخواد به
ترجمه این رسانه ها اعتماد بکنیم. بابت این من اصل مطلب رو خوندم. در گزارش اسکای نیوز به صورت قطعی بیان نشده بود، به نقل از چند منبع، 10 منبع داخل کشور، که خب این خودش اصلا مضحکه، 10 تا منبع یه چیزی خبر داشته باشن یه چیزی سری حساب نمیشه. در هر حال میخواستم در پیوند با این شایعات و این ماجراها و اصلا سرنوشت اسماعیل قانی ببینم نظرتون چیه. بله ببینید، قبل از هر چیز من میگم من هیچ اطلاع شخصی از این مسائل ندارم. حالا اینا وصل به منابع داخلی و نمیدونم حزب الله و خارجی و منطقه‌ای هستن این رسانه ها، من نمیدونم اینا چجوری به این منابع وصل میشن، به چه ترتیب وصل میشن و اساسا چجوری میتونن راستی آزمایی کنن منبعی رو که بهش وصل شدن و با چه تخصصی میتونن این رو تشخیص بدن که منبعی که بهش وصل شدن یک خودش یه عامل امنیتی نیست. اینا رو من نمیدونم این از کجا میتونن یک همچین اطمینانی داشته باشن به منابعشون. در هر صورت بعید میدونم اسکای نیوز یا نمیدونم از اون طرف شما اگه ملازمه تلگراف، گاردین، نیویورک تایمز، اینها مگه آبکش باشه سیستم امنیتی ایران که اینا تو هر کدومشون چندین منبع داشته باشن و این منابع در واقع به اینها خبررسانی بکنن. من خیلی این چیزها رو بعید میدونم و اساسا فکر نمی کنم یک سیستم امنیتی اینقدر دیگه سوراخ توش وجود داشته باشه که هر کسی بتونه از این منابع در حساسترین نقاط و در مورد حساسترین پرونده ها خبر داشته باشه. موضوعی که مربوط به آقای اسماعیل قاآنی هم هست از همین جنسه، چون که در همون لحظه اول، در همون روز اول گفته شد که اسماعیل قاآنی و رئیس دفترش احسان باشه، حالا اسم کاملش رو نگفتن، که اینها در مزان اتهام هستن و مورد پرسش بازجویی قرار گرفتن. اینو روز اول اینو مطرح کردن، ملاحظه میکنید؟ یعنی حالا بعدن بهش شاخ و برگ داده شد و حالا اسکای نیوز اومد و یا حتی منابع دیگه هم به این مسئله اشاره کردن، ولی این خبری بود که دو همون گفتگو هم من خدمتتون گفتم از لحظه اول این مطرح شده. بنابراین ما دقیقا نمیتونیم بگیم که چه اتفاقی افتاده. برای اینکه آقای قاآنی درست از زمانی که این مسئله مطرح شد بعد از کشته شدن حسن نصرالله و به خصوص بعد از کشته شدن هاشم صفی‌الدین هیچ جا پیداش نشده، علارغم این شایعاتی که راجبش هست، علارغم فشاری که روی رژیم هست برای اینکه در این مورد خاص روشنگری کنه. ما چند تا خبر از اونها شنیدیم. ایرج مسجدی معاون او اعلام کرد که او سالم، صحیح و سالم و ما نیازی نمی‌بینیم در این زمینه بیانیه بدیم. پشت سر اون ما شنیدیم که رسماً اعلام کردن که قرار خامنه‌ای به او مدال فتح بده، یعنی از او قدردانی کنه. بنابراین اگر اعلام این مطالب به نظر من در تضاد با اون ادعاهاست، چون بالاخره هفته دیگه خواهند گفت آقای مدالی که قرار بود بدن چی شد و چرا این مدال رو ندادن، یا اینی که میگفتن ما نیاز بیانیه نداریم پس چی شد چیش. ببینید اینا موضوع هایی که در واقع اونا گرفتن یه مقداری به نظر من جای سوال داره و اینکه زیر سوال میبره این اخباری رو که این طرف داره مطرح میشه راجع به اینکه او در واقع به نوعی تحت فشار یا تحت بازجویی یا زیر بازجویی است. موضوع سکته قلبی هم که گفتن، این موضوع سکته هم به نظر من میتونه ادامه ماجرا باشه، چون ایشون الان در انظار عمومی نیست، پس بنابراین حتما دچار بیماریه. این بیماری که نمیتونن بیرونش بیارن پس چیه؟ پس حتما سکته قلبیه. بذارید من یه موضوع دیگه رو به شما بهش اشاره کنم. سالها قبل در موقع همین مسئله رو راجع به حسین سلیمانی مطرح کردن. برای اولین بار رژیم یه همچین موضوعی رو خود دستگاه امنیتی در ارتباط با قاسم سلیمانی مطرح کردن و اینکه قاسم سلیمانی در سوریه زخمی شده.
و بعد به این پروبال دادن. حتی یک سایت اسرائیلی به این مسئله اشاره کرد و تأکید کرد که او زخمی شده و به ایران منتقل شده. این رو اون موقع راجبش خیلی صحبت کردن، بهش پروبال دادن و میدونید این مسئله بود که خب مدت ها توی رسانه ها اومد و حتی مجاهدین فریب خوردن، ملاحظه میکنید، و وارد ماجرا شدن به عنوان یک کسی که خبرم داره و اینها. حتی قاسم سلیمانی قرار بود چی اسمش در یک برنامه تو دانشگاه تهران شرکت کنه، آخرین لحظه شرکت نکرد و به همین ترتیبی که امروز راجب قاسم راجب اسماعیل قاآنی هست، اون موقع راجب آقای سلیمانی بود. خب این مسئله ببینید که و بعد زمانی که مجاهدین فکر کردن حتما یه خبری شده، خب سر این موضوع خاص به همین دلیل اومدن گفتن بله، این مخواستم بگم ما خیلی اطلاعات دیگه دقیق داریم، گفتن بله او زخمی شده، با هلیکوپتر بردنش، بعد بردن ایران، بعد بردن بیمارستان بقیت الله، بعد طبقه 37، بعد اونجا رفتن اونجا پیدا کردن، حتی اینا که دکتر جراحی مغز و اعصاب که حتی تو مغزش خودت بودن نشونش بدن، گفتن جراحی مغز و اعصاب اونجا دکتر فلانی جراح بوده، مغز و اعصاب بوده. خب تو لیست اسامی دکترهای بیمارستان بقیت الله اسم پیدا کرده بودن، یه داستانی رفتن درست کردن عجیب و غریب و تو این تله افتادن و بعد قاسم سلیمانی اومد بیریم سور مورو بنده، هیچ اتفاقی هم براش نیفتاده. خب یعنی پس این مسئله مسبوق به سابقه است، به خصوص سر موضوع فرمانده سپاه قدس در سوریه اون دفعه بود. این بار حالا قاسم قاآنی، من هیچ اطلاعی راجع به سرنوشت ایشون ندارم، فقط بحثم اینه که خودم هم نمیدارم چه به چه نتیجه برسن اگر واقعا همچین چیزی باشه، اینجا به چه نتیجه میخوام برسن از این پیام کنید. ببینید چند تا مسئله است. ببینید این روزها چه بسا میخوان اذهان رو از روی مسئله اصلی که در ایران هست، خطر جنگی که هست، بمبارانی که هست، شکست هایی که خوردن، نمیدونم ضرباتی که متحمل شدن، میخوان اخبار رو ببرن روی قاآنی، نمیدونم. ببینید واقعیت امر اینه که من نمیتونم با قاطعیت نسبت به این مسئله صحبت کنم، اما میگم که قبلا چنین اتفاقی افتاده. حالا اینا دفعه گفتن سکته کرده، دفعه قبل راجبه آقای سلیمانی میگفتن مجاهدین داری علم کردن این دروغ رو که او جراحی ترکش به سرش خورده، جراحی مغز اعصابش کردن. خب ببینید، یعنی میخوام اینو به خدمتتون بگم که این مسئله سابقه هم داره و میتونه عرض کنم اگر برنامه رژیم باشه، اگر طرحشون باشه، اگه تلاش ماشین پروپاگاندای رژیم بخواد از این مسئله بعداً استفاده ببره یا مورد تمسخر قرار بده رسانه‌های غربی رو، میتونه بعداً اون رو در یه نقطه دیگه بیارتش. ملاحظه میکنید رژیم اینجوری نیست که در جا بیاره. ببینید باز دارم تاکید میکنم، این به مفهوم این نیست که من اطلاعی از چیزی داشته باشم. شما اگر ملاحظه کنید درست همین موضوع سرجمه قاضی صلواتی، یادتونه چه جعلیاتی سر قاضی صلواتی درست کردن؟ حتی یه آدم جوالقی مثل امیر عباس فخرآور میگفتش پارتیزان ما رفتنش اینجوری ترور کردن، اینجوری کشتنش، اینجوری فلانش کردن و اینها. میشه بچه اینجا میتونید ببینید که اسکرین شات این رو توییتر مهدی کش داره، میبینید اسکرین شات صفحه توییتر منو گذاشته اصلا که نوشتم قاضی صلواتی در خانه اش در نیاوران توسط پارتیزان های ایرانی تیرباران شد. ما روی این حرفمون هم هستیم در این مورد که قاضی صلواتی مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و رفته بود یه خانومی رو یواشکی ببینه، چیز نکرده بود تو همون نیاوران نزدیک خونه دخترش و محافظین خودش هم با خودش نبرده بود، چون یه کار خیلی بدی داشت انجام میداد، یه خانومی بود که هنوز عدهش تموم نشده بود، یکی از بسیجیایی بود که توی همین نه اینو من از اونجایی میدونم که چون تیمی که رفت برای تیربارون این تیم ما بود و دقیقا به ما گفتن این آدم شروع کرده داره با این خانومه تیک میزنه و اگر بره اونجا که این خانومه رو بخواد ببینه، چون چیز نداره، سکیوریتی نداره، میتونیم بزنیم. ما بیت کوین داریم و
و خیلی راه زیادی هست اگه کمکی از دست من برمیاد. من فقط مسئول مالی هستم ولی نمیتونم خودم نمیتونم. شما تاج سر هستید، مرسی از زحماتی که میکشید و از طریق بیت کوین عزیزانی که میخوان کمک کنن میتونن میخوان دکتر پریسا پیام بدن. آریس جان میتونید صحبت کنید؟ رژیم اون موقع نیومد چی کنه، فقط توی مراسم دیگه تقدیر کرد از آقای ابوالقاسم سلامتی، یعنی تمسخر بکنه این خبرایی که راجبش مطرح بوده. یا ما سابقا دوباره یادمونه وقتی اخبار جعلی در آلمان منتشر کردن راجب حضور آقای حسین علی نیری در نمیدونم در بیمارستان هانوفر، بعد شما نگاه کنید چه جعلیاتی رو میگفتن، بعد میرفتن نمیدونم حتی نمایندگان مجلس آلمان رو، آلمان اروپا رو حتی فریب دادن، حتی بخشی از این فعالان یهود رو فریب دادن در آلمان که چه نشسته اید الان چیز اینجاست آقای چه میدونم حسین علی نیری و چقدر گزارش خبری از بی بی سی گرفته تا ایران اینترنشنال که دیگه داشت خودشو میکش، همه راجع به این موضوع. و بعد حتی وقتی من مطلبی نوشتم در دویچه وله، فرقه رجوی چون دید من اومدم وارد ماجرا و میگم چنین اتفاقی نیفتاده، اونها هم وارد ماجرا شدن و اونها هم آی بگی آی ببر، همه اینا دروغ بود. و بعد خود دادستانی آلمان رسما اعلام کرد، تحقیق کردن، اصلا چنین کسی در آلمان نیامده، چنین فردی نیامده و فلان. خب نماینده مجلس این فکر می‌کردن قوه قضاییه داره دروغ میگه که اصلا همچین چیزی در آلمان اتفاق نمیتونه بیفته در یه دموکراسی غربی، میتونن اونا رو قشنگ بکشنشون تو مجلس و اونا رو استیضاحش کنن، ولی میدونن همچین اتفاقی نیست، میدونستن. بنابراین میخوام ولی رژیم چیکار کرد؟ رژیم هموشم تو نرف نیری رو بیاره تو تلویزیون نشون بده بگه اینهاش نیری، خب نه میذاره انقدر این حرفا رو بزنن تا بعد اون نماینده مجلس و اون نماینده پارلمان اروپایی که فریب اینا رو خورده اونا رو مفتزح کنن، خب و بعد اونا رو تشکیک خود درشون ایجاد بیاره چوب بکنن. میدونی چون اون نماینده ها اول نماینده هایی بودن فعالن در زمینه ایران، مسائل ایران علیه رژیم، خب اونا رو وقتی بی‌اعتماد می‌کنه نسبت به اپوزیسیون، بی‌اعتماد می‌کنه نسبت به اخبار، با رژیم حقیقت برده و بعدم یه سری هیاهو بعد همه نگاه می‌کنه اون که اونجا سالم نمیاد شب اول نیری رو تو ایران نشون بده. حالا این موضوع نه اینکه بخوام از این من این نتیجه رو بگیرم، ممکنه هر اتفاقی برای آقای خانی افتاده باشه، ملاحظه میکنید، ولی کن یا حتی ممکنه یکی از نزدیکانش یا حتی ممکنه رئیس دفترش جاسوس بوده باشه، اصلا ما نمیتونیم نرک بکنیم چون ما خبری نداریم، اطلاعی ما نداریم. میتونه همون احسانی که میگن طالب نیرسم اصلیش چیه به این نام استفاده میکنن، میتونه همون جاسوس بوده باشه یا میتونه زن جاسوسی بهش باشه، میدونید. ولی به نظر من باستی تأمل کرد تا این اخبار کاملا بیرون بیاد، مشخص میشه تا چند روزه دیگه. نمیتونن برای همیشه که قانونی رو مخفیش کنن، یا نمیتونن جاسوس رو که بذارن همچنان فرمانده سپاه قدس بمونه، یا نمیتونن که از این مسئله از زیر بار تبعاتش شانه خالی کنن، بالاخره بیرون میاد و مشخص میشه. خب میگم این چیزا سابقه هم داشته و باید به این مسئله ما توجه کنیم. خیلی ممنون از شفافسازیتون توی این قسمت. من خیلی در مورد قوانین نمیخوام مانور بدم از این جهت که شما خودتون فرمودید که چون واقعا اطلاعاتی در دسترس نیست، گمانه زنی واقعا نمیشه کرد، مخصوصا توی این موارد، چون بعضی اوقات ناخواسته ما وارد جریان بازی جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتیش میشیم و به تجربه هم ثابت کرده که از این کارها بلد او، و چون که بخوایم واقعا پرهیز کنیم از این بازی خوردن، بابت همین من دیگه خیلی مانور نمیدم سرش. اما در مورد همین فیک نیوز هایی که خیلی ها منتشر میکنن و شما هم در قسمتی از صحبتتون بهشون اشاره کردید، یه رسوایی آیه من این توی سوالاتم نبود، ناخواسته اومد توی ذهنم از صحبت‌های شما، یه رسوایی همین چند روز پیش به وجود اومده در پیوند با گزارش روزنامه تلگراف. من به خاطرم هست شما همون زمانی که اسماعیل هنیه ترور شد، وقتی پرناز پسیی توی نیویورک تایمز اون گزارش عجیب و غریب و مسخره رو نوشت، شما به صراحت اومدید گفتید که اینها یه سری خزعبل و فیک نیوز بیشتر نیست، نباید
کارشناسان تکیه کنن بر روی همچین گزارشاتی و اساسا بر اساس واقعیت اینها نشون دادن که گزارش رو طرح و مطرح و نمی کنن و نمی نویسن. و به من البته من ثابت شده بود حرفای شما به من، ولی برای چندمین بار مجددن اثبات شد که نه فقط یک رسانه، بلکه بسیاری از این رسانه های غربی علیرغم نام گندهی که دارن متاسفانه چنین خط مشی و حداقل در پیوند با ایران دارن طی میکنن. گزارش تلگراف در مورد شاهزاده رضا پهلوی که حالا بماند تلویزیون ایران اینترنشنال و خبرنگارش آرش علایی چقدر زشت وقتی میخواست شاهزاده رضا پهلوی رو خطاب بکنه میگفت شازده وقتی در مورد این گزارش صحبت میکرد، این گزارش بیان کرده که یه، حالا اون دوستانی که نمیدونن من دارم توضیح میدم، یه تیم 30-40-50-60 نفره ای رو باید جمهوری اسلامی بره دنبالش از نزدیکان ترامپ و البته 2300 اسم مطرح کرده بود و اینها رو بتونه باشون ارتباط برقرار بکنه و از طریق این ارتباط بتونه در دولت آینده ترامپ نفوذ بکنه و به نفع جمهوری اسلامی برها تصمیم سازی بکنه. و توی اون گزارش گفته که یکی از این افراد میتونه شاهزاده رضا پهلوی باشه. جالب اینه که تلگراف به چیزی استناد کرده، به گزارشی استناد کرده که ماها قبل در داخل ایران یکی از مراکز مشکوک که یه آقای پشت این اسم هست چنین گزارشی رو، بله بله بله، یه آقای محمد حسین نمیدونم چی بود اسمش، بله، و به اون استناد کرده، بله کارآمد، کارآمد، بله دقیقا، در مورد این رسوایی آیه، بله ببینید یه حقوقباز کلاوردار تو ایرانه، اون برای اینکه به قدرت نزدیک بشه از این خزعبلات می‌نویسه یه نفر، بعد شده مؤسسه، اون مؤسسه کارآمد هم آیه مساقی، آیه مثل اون مؤسسه کارآمد من نگاه کردم اون خودش هم زیر نظر یه مؤسسه دیگه است، یعنی حتی مؤسسه مستقل هم نیست. عرضم همینه، ببینید بعد اینو برداشتن کردنش داستان، خود تلگراف مزخرفاتی که راجع به هنیه گفت و بعد اون بعد اسم یک نویسنده اسرائیلی رو برده بود در اسم یک منبع اسرائیلی که بعد در اومده که اون اصلا فیکه. و ببینید من همون لحظه از شما نوع خبر متوجه میشید و اینکه فرماز فصیحی توی نیویورک نشسته اون به کجا وصله که من ایرج مصداقی نمیتونم بفهمم، اون میتونه بفهمه. آخه یه نفر تو نیویورک معلومه چی بهش وصل میشه؟ تماما کانال های امنیتی، خود کانال‌های امنیتی، متو چون کانال امنیتی به من نمیتونه وصل بشه، به من نمیتونه این اخبار رو بفروشه، میره به اون میفروشه، کاری نداره. وگرنه اگه میدونست همه مزخرفات من هر هفته میام توی میان تی وی میگم، خب میواد به من میگم، منم میمادم اونجا میگفتم. حالا و درجه بعدیش میدونه اون در فرماز فصیحی از نظر من یه ابلهی است که دسترسی داره به نیویورک تایمز، بعد از طریق این میتونن مجافرمی کنن و از طریق این میتونن بعدن همه اخبار و مسائل رو به تمسخر بگیرن و به طب اون ترجیح میدن فرماز فصیحی رو به من که مقرره برم تو میان تیوی که ندیدم، یا بیام نزد شما بیام در کلاب هاوس فارسی بخوام بگم، خب میگه من اینا رو اینکه نمیاد بگه، خب و بنابراین سرمایه گذاریشو میکنه روی فرماز فصیحی. فقط هم این نیست، ببینید خیلی های دیگه هم هستن دنبال جنجال آفرینی هن، مثلا یه نفری به نام رونن برگمن، ببینید این یک آدمیه که با روزنامه های اسرائیلی هم همکاری میکنه، کتاب هم منتشر کرده، ولی از نظر من یک جائل حرفه‌ایه و تقریبا هر چی که مطرح میکنه جنجالی بی‌پایه است، بی اساسه. و خب شما نگاه کنید سر داستان ترور هسته‌ای در ایران، متخصصین هسته‌ای اون مطرح میکرد، اون مازیار ابراهیمی و بقیه ای که دستگیر شده بودن رو میگفت اینا عوامل اسرائیل هستند، یعنی همون حرفای سیستم امنیتی رو راجع به اینا بورن برگمن میزد. ملاحظه می کنید؟ یعنی ما از این داستان ها زیاد داریم. من می خواهم بگم آقای مساقی اینجا با اسم یهودی، خودش یهودیه، خودش اسرائیلیه، ما با این چیزا نباید فریب بخوریم. آقای مساقی من منظورم اینه که اینجا یه رسوایی بزرگتره، اینکه تو اون گزارش کذایی کارآمد اصلا نامی از شاهزاده نبوده، بعد تلگراف بدون اینکه این گزارش اصلی رو بخونه بر اساس اون گزارش اسم شاهزاده رضا پهلوی رو آورده. بله خب هست، اینا زیاده و اتفاقا بدونید اونا دل خوشی از شاهزاده رضا پهلوی ندارن،
یعنی اون یعنی اون سیستم و دستگاهی که داره این رو منتشر میکنه و این رو داره میسازه یعنی دل خوشی نداره. ما تو غرب خیلی ها رو میبینیم، تو رسانه ها هم هستن، زمان شاه هم بود خیلی با سیستم شاه مخالف بودن، تو همه رسانه ها مخالف بودن، تو دولت ها مخالف بودن، اینا همش قبلا هم بوده الان هم هست. بله، و این دشمنی ها رو ما اینجا و اونجا خیلی میبینیم. بله، من آقای مصداقی چون حرف از نفوذ بود، این تلگراف ناخواسته اومد توی ذهن منده و خدا رو شکر که اومد و این سوال ازتون پرسیدم. اما در مورد بحث نفوذ، چون بحث اسماعیل قاهانی تو این یکی دو روز خیلی داغ شده، میخوام اساسا در مورد تاریخچه نفوذ توی جمهوری اسلامی یه رزومه، یه پیش زمینه‌ای به ما بگید. ما مخصوصا اون اوایل انقلاب با بعضی از نام‌های بزرگ مثل ضریب‌آخان یا کشمیری آشنا بودیم که در مراکز امنیتی و حساس جمهوری اسلامی تا رده‌های بالا نفوذ کرده بودند و ضربات جبران ناپذیری هم به جمهوری اسلامی زدن. ولی خب به هر حال اون موقع تازه این حکومت شکل گرفته بود و به قول خودشون یه نهالی بود که هنوز رشد نکرده بود. اما ما شاهدیم بعد از 45 سال به جای اینکه این نفوذ ها کمتر بشه و قدرتمندتر بشه، این سیستم امنیتی، این ساختار در حال بر اساس اصول حرفه‌ای رفتار بکنه، میبینیم هر روز داره ضرباتی میخوره که حتی کسی که وارد هم نباشه به مسائل امنیتی متوجه میشه که ناشی از سوراخ‌های امنیتی و نفوذ بوده. در پیوند با این مسئله و اینکه چرا جمهوری اسلامی علی‌رغم تمام این ضرباتی که توی این سالها خورده نتونسته یا شاید هم نخواسته حل بکنه، این ماجرا رو برای یه بار برای همیشه تموم بکنه، نظرتون رو بدونم. ببینید، من دارم از روی ذهنم صحبت میکنم چون فیلم داره داریم به توی موضوع صحبت میکنیم و نوشته ای ندارم، ولی که بخوام بهش مراجعه کنم و فقط از ذهنم میگم. ببینید، ما بعد از انقلاب و تو دهه اول، یعنی دهه اول انقلاب و بعد از اون، ما با مسئله دو جور مسئله نفوذ ما به نظر من مواجه هستیم. در ابتدای قضیه، یعنی بعد از انقلاب، دو تا نیرو، اولا خیلی نیروهای اسلامی، خود اینا خیلی نیروهای مخلصی بودن و معتقد بودن، یعنی کسایی که میرفتن تو سیستم امنیتی کار میکردن آدمای معتقد بودن، من به چشم خودم دیدم. طرف توی شعبه بازجویی که صبح تا شب شکنجه میکرد همونجا میخوابید، تختش اونجا بود و با وضو شکنجه میکرد، با وضو میرفت تو نمیدونم جوخه اعدام شرکت میکرد و اینها، خیلیشون میرفتن جبهه و حتی از همدیگه جلو التماس میکردن که بذاره جاش بره، مثلا امشب او به جاش بره جوخه مثلا، و زندانیایی که میخواستن به جوخه اعدام محکوم شده بودن رو یا تیر خلاص بهشون بزنه یا تو رگبار ببنده روشون. ببینید، این مسئله رو من به چشم خودم دیدم. پس بنابراین نوع نفوذی که اون موقع در این نیروها بود با الان متفاوته. حالا اون موقع چی بود؟ اون موقع دو تا نیرو در سیستم امنیتی و نظامی نفوذ داشتن، یکی مجاهدین بود، یکی حزب توده. هیچ نیروی دیگه سیاسی ایرانی اساسا این خط رو دنبال نمی کرد و نبود. حالا میگم خدمتتون، ببینید مجاهدین خب نفوذی های خاص خودشون داشتن، این نفوذی ها در قالب یک حزب اللهی تمام عیار بودن ولی مجاهد بودن و در اون روزهای اول انقلاب اینها تونسته بودن اینا رو جاسازی کنن اینجا و اونجا. چرا؟ چون اول انقلاب خیلی این نیروها که داشتن شکل میگرفتن تجربه نداشتن، بیشتر از روی دوستی و آشنایی و رفاقت افراد رو جذب میکردن و خب مجاهدین تونستن در واقع از طریق نفوذ ضربات بسیار مهمی رو هم به
نیروهای رژیم بزنن. مثلا شما اگر ملاحظه کنید، من حالا معروف تریناش رو الان میگم خدمتتون، یکیش خب کلاهیه. محمد رضا کلاهی خب دانشجو بود تو دانشگاه علم و صنعت و بعد در سال 59 یادتون باشه، یعنی که سال 59 هم او دانشجوی هوادار مجاهدین بود، همون میشناختنش. خب او نوتونس در واقع رفت از طریق نزدیکان بهشتی که حسن اجاره دار بود و مالکی، ببینید اینها رفت از طریق اینها که تو شورای مرکزی از جمهوری اسلامی هم بودن به اونا نزدیک شد و اومد و گفت من آقا اشتباه کردم، غلط کردم، توبه کردم، رفت پیش بهشتی. بهشتی هم خب دید یک هوادار مجاهدین، یه دانشجوی اومده و عضو تقصیر میخواد و اینها، در واقع اون رو پذیرفت و این به این ترتیب این تو حزب جمهوری اسلامی نفوذ کرد. ملاحظه میکنید بعد اون ضربه هفته تیر رو هم خب ایشون عامل اجراییش بود. خب شما میبینید همین اتفاق راجع به مسعود کشمیری میبینید. کشمیری هم که قبل از انقلاب هیچ فعالیتی نداشته تقریبا، بعد از انقلاب از طریق ارتباطاتی که داره وارد نزدیک میشه به کسایی که بعدها مجاهدین انقلاب اسلامی رو تشکیل دادن و سرویس امنیتی اطلاعاتی رو تشکیل دادن. از طریق اونا میره وارد اون کمیته‌ای میشه که در ارتش بود، یعنی حجاریان اینها و نزدیکان حجاریان اینها، و از طریق اونا تو روچه دو و به پرونده‌های حساس دست پیدا میکنن و مجاهدین تو اونجا از طریق اون میتونن کارهایی رو هم انجام بدن. و بعد که میاد جلوتر ملاحظه میکنید اون میره تو کمیته ضد کودتای نوژه خودش شرکت داره، بعد میاد میره دبیر میشه توی در واقع نزدیک میشه به خود رجایی، بعد میره تو شورای امنیت کشور، دبیر شورای امنیت کشور میشه، طرح بمباران رادیو مجاهد رو اون میریزه، طرح حتی گشتن اطلاعاتی نخست وزیری بعد از خود هفته تیر رو اون میریزه، هر روز همه جا میرفته میگشته که یه موقع نکنه بمب بذارن، نکنه فلان بذارن. خود کشمیری، کشمیری همه نزدیکانش از هواداران مجاهدین بودن یا اعضای مجاهدین بودن. تمام برادرای همسرش سه تاشون که خوب کشته شدن در ارتباط با مجاهدین و دلنواز بود، درست های مساقی؟ بله بله دلنواز ها، بله بله، و همسرش مینو دلنواز بود. خب این حالا اینو توجه بکنید، به این ترتیبی میتونه بعد اون ضربه رو وارد کنه. یا عباس زریباف در زمان شاه زندان بوده، دانشجو بوده، ولی بعد از انقلاب نزدیک میشه به یه سری از نیروهای اینها و اتفاق خودش رو یه جورایی هوادار امت نشون میده، ملاحظه که دکتر حبیب‌الله پیمان و اینها، و بعد هم جزء دانشجوییست که سفارت رو اشغال میکنن. عباس ظریف‌آف اونجاست و بعد در اونجا نقش داره، به اونها نزدیکه و میدونیم وقتی که سفارت رو در واقع قائله سفارت تموم میشه، اینا یا میرن تو سیستم امنیتی اطلاعاتی مثل رضا سیف‌اللهی که مسئول اطلاعات سپاه میشه، خب و همچنین محسن میردامادی همچنین، یا مثل عباس ظریف‌آف، این هم میره تو سیستم اطلاعاتی امنیتی، میره تو بخش توی واحد اطلاعات سپاه. و عباس ظریف‌آف خب میدونیم کسیه که در واقع در فراری دادن بنی صدر نقش داره، برای اینکه اینها در واقع رسیده بودن به بنی صدر، ولی همه ردا رو عباس ظریف‌آف کور میکنه. خب و بعد عباس ظریف‌آف کسیه که خودش طرح‌ریزی میکنه حمله با آرپیچی به اتاق فرماندهی واحد اطلاعات سپاه رو که توی سلطنت آباد بود، و خودش قبلش چک میکنه که اینا هستن، میاد بیرون و بعد اونجا رو از دو طرف با آرپیجی زدن. شانسی که اووردن که زنده موندن هم محسن رضایی هم بقیهش، اونجا همشون اونجا بودن، این بود که اون ساختمون به علتی که مرکز شنود ساواک بوده و به خاطر اون موقعیتی که داشته در واقع این گلوله اونا رد شده، یعنی اگر اونجا ساختمون چه واسه بوتون آرمه بود احتمالا اینو کشته شده بودن.
ملاحظه میکنید اون قسمتی که حمله کردیم در اینا بهش. در هر صورت الان کار به این ندارم. خب عباس ذریباف اونجا دستگیر میشه، بعد بهش مظنون میشن، مثل همین داستانی که الان راجب قاسم راجب اسماعیل قاهانی میگن، مظنون میشن به عباس ذریباف. عباس ذریباف رو دستگیر میکنن، زیر بازجویی میبرنش، منتهای مطلب همسرش هم هر روز میرفته اینور اونور بین اون متوسل میشده، تا اینکه بالاخره عباس ذریباف چیزی ازش در نمیارن، آزاد میشه، بلافاصله فرار میکنه. خب غیر از این باز اگه من میخوام بهتون بگم آدمای مهم، الماس عوضیاره، خب اونم نفوذی مجاهدینه، اینم تو اطلاعات سپاه داره کار میکنه، الماس عوضیار که اینم قبل از انقلاب سابقه جنبش مسلمانان مبارز داره. خب ولی از همون اول جزء امنیتی هست. خب و در واقع با مجاهدین ارتباط داره. ببینید خیلی از ضرباتی که سپاه میخواسته به مجاهدین بزنه رو این قبلش خونسا میکرده، یعنی تقریبا 50 تا خونه تیمی مجاهدین رو این نجات میده. خب و بعد اینو دستگیرش میکنن، پنج مهر 60 دستگیرش میکنن، ولی میخواستم بعد بازجویی میارن، ولی خب همین افراد منطقه ده سپاه که باش نزدیک بودن، ده سپاه یعنی میدون خراسون، یعنی لورزاده، یعنی خیابون ایران و منطقه ده یکی از به قول معروف فالانش خیز در این مناطق تهران بود و بسیاری از امنیتی ها، بسیاری از اطلاعاتی ها، بسیاری از بازجوها و پاسدارای اوین همشون تیر خلاصدار مراهی منطقه ده بودن. خب بعد اونجا فشار میارن که آقا این اصلا محال نفوذی باشه این فلانه، بعد میخواستن که دیگه آزادش کنن ولی این میبره و همه چی رو میگه. خب یه کسی دیگه خب که هادی طباطبایی بود، این مسئول نفوذ مجاهدین بود تو سپاه، اینی که دستگیر کردن 10-15 تا رو لو داد. خب از جمله الماس عوضی‌ها رو این لو داد که میگم اون موقع مسئول ستاد خبری هم بود اطلاع سپاه. خب حسین رنجبران مثلا محافظ ویژه محسن رضایی بود، همه جا باهاش بود. خب و حتی بهش گفته بودن که محسن رضایی رو بکشه که خود یا بمب بذاره تو اتاقش، که این گفته بود من دلم نیومد و فلان، ولی خب کشتنش دیگه، اینی که دستگیرش کردن کشتن. جواد قدیری هم آقای مصاری فکر می‌کنم، بله جواد قدیری هم بودش، جواد قدیری هم بود که او قبل این دوماد عطریانفرینا میشد دیگه، درست آقای مصاری؟ بله شوهر خواهرشون میشه، شوهر خواهر عطریانفر. و یه موقعی سعی کردن بعدها عطریانفر رو متهم کنن به این که مثلا اینو فراری داده، در حالی که واقعیت نداره و اساسا عطیانفر اگر اون موقع میدونست شوهر خواهرش در ارتباط با مجاهدین خودش دستگیرش میکرد، ملاحظه میکنید اینا اتهاماتیست که بعدا میزنن. عطیانفر خودش یکی از کسانیه که تو اطلاعات سپاه بود، اتفاقا ذریباف رو خوب میشناخت، میدونید با ذریباف هم رابطه داشت، خب همشون داشتن. وقتی که ذریباف تو اطلاعات سپاه هست، خب یعنی محسن رضایی هم باشه، رضا سیف‌اللهی هم باشه، میدونید، و همه بازجوها و شکنجه‌گرای اطلاعات سپاه هم باشونن. آیا مثلا این قدیری ضرباتش در حد کشمیری اینا بود؟ نه هیچ ضربه وارد نکرد. عباس قدیری زودتر از همه خارج شد، برای اینکه اونها یه مقداری بهش مشکوک شده بودن. خیلی سریع، یعنی درست بعد از اینکه مجاهدین وارد فاز نظامی شدن، اون فراری شد. تو تیم نخست وزیری بود، درسته؟ بله. ولی او هیچ ضربه ای نزده، ملاحظه میکنید هیچ ضربه، تو همون بخش ارتش بودش، این هم تو همون رابطه ها بود. اینی که بعدها رژیم میاد این مثلا تبلیغات میکنه، اینا غیر واقعیه. نکته بعدیش در واقع افچه‌ای بود. خب افچه‌ای هم قبلا هوادار مجاهدین بود، ولی نفوذش دادن توی اوین. ببینید افچه‌ای عکسش بغل رجبی هست، اون موقعی که مسئولین فلسطینی اومدن تهران که شما میتونید ببینید، اون موقع خب افچه‌ای بغل مسعود رجبیه، نه اینکه الان نزدیک به مسعود رجبی بوده، مسعود هم این نیست، ولی تو اون عکس بالاخره بغل رجبیه. خب و هر آدمی نمیتونست نزدیک مسعود رجبی بشه، ولی خب همین آدم تو اوینه، تو اوین باز هم بودن. روزی که این عملیات انجام داد همین آقای افچه‌ای که قرار بود همه اعضای دادستانی رو بکشه، اما خب حالا نمیتونه، دلیلش هم این بود که بهش مشکوک شده بودن. چرا مشکوک شده بودن؟ برای اینکه
احمد رضا کریمی که یه کسی بود که زمان شاه با ساواک همکاری میکرد، بعد با اینا همکاری میکرد. احمد رضا کریمی آدم خیلی تیزی بود، او مشکوک شده بود بهش از قبل هم. من اینا که دارم میگم به نقل از خود احمد رضا کریمی تو خود اوین در نزد لاجوردی وقتی داشت تعریف میکرد تو حسینیه اوین، ما اونجا نشسته بودیم گوش میکردیم. خب اگه دروغ میگفت لاجوردی حتما برخورد میکرد باش، ملاحظه میکنید. ولی خب داشت میگفت، من خودم گفتم مشکوک بودم بهش و اینها. و اون موقع این اسلحه کلاشینکوف داشت ازش گرفته بودن و بعد این با اسلحه سازمانی با اسلحه کلتی که هم مجاهدین گرفته بود اومد و خب احساساتی هم شده بود، وگرنه لاجوردی هم میکشت، ملاحظه میکنید. و حکام شهری که اونجا بودن، ولی خب این اونجا که میاد احساساتی میشه، شعار میده، میگه به نام خدا، به نام خلق و قهرمان، که همه در میرن و بعد کچوی رو فقط میکشه و یعنی لاجوردی رو پشت درخت میرن. حالا کاری به این ندارم، ولی وقتی که اون کشته شد، خب کشته که نشد، گرفتن بردنش بالای داستانی، از دست لاجوردی در رفت. و یه نفر دیگه حالا میگن لاجوردی گفته به اون نفری که همراهش بوده، گفته بود که بده من نگهش دارم. لاجوردی خیلی عصبی بوده یا میلرزیده از شدت هیجان و استرسی که داشته، و هر صورت او دستش در میده، میره بالا پشت اون و خودشو میندازه پایین. خب و دست زرده مرسی تو بیمارستان فوت کرد، کاظم افشین. منتها دو نفری که پاسدار باهاش تو همون اوین بودن، اون دو نفر رو مهدی آسمان تاب بود، یه نفر حسین مهرزی یا یه همچین اسمی داشت. این دوتا رو هم دستگیر کردن، اینا رو هم کشتن. حالا ممکنه کسای دیگه ای رو هم به عنوان نفوذی اون موقع گرفته باشن و کشته باشن، میدونید. ولی اینها در واقع مواردی است که مجاهدین نفوذی داشتن اینجا و اونجا. غیر از اینا نفوذی مجاهدین بود در دادستانی انقلاب شریفی، که او هم خب از قبل در دادستانی انقلاب بود و در اونجا رشد کرده بود، اومده بود رئیس دفتر شده بود قدوسی. و حالا بعد از اینکه لو رفت، همه میگفتن ما میدونستیم، ما فهمیده بودیم، این عوامل اطلاعاتی امنیتی رژیم همینجوری هم دیگه، همه رو میگن ما فهمیده بودیم، ما میدونستیم، میخواستیم بگیریمش که اینجوری شد، ملاحظه میکنید. ولی در هر صورت او هم فرار کرد، معلوم نشد چه بر سرش اومد و چه سرنوشتی داشت، من اطلاعی ندارم. ولی او هم جزو کسانی بود که نفوذی بود و ضربه مهمی زد. پس بنابراین اون موقع مجاهدین اینجوری میتونستن نفوذ کنن. و بعد میایم میرسیم به شبکه حزب توده. حزب توده تو کجا نفوذ داشت؟ غالبا نفوذ اونا تو ارتش بود، حالا نیرو هوایی، نیرو زمینی، نیرو دریایی تو اونجا. چرا؟ برای اینکه صبح از قبل عده گرایشاتی به حزب توده داشتن. خب و اینها خب به قول معروف سابقا هم حزب توده توی ارتش نفوذ داشته. اینها بعد از انقلاب فعال شدن. بالاترین آدماشون که بودن سرهنگ کبیری بود. سرهنگ کبیری فرمانده کلاه سبز ها بود و بعد هوشنگ عطاریان، فرمانده یکی از فرماندهان بالای نیرو زمینی و کسی که حصر آبادان رو میگفتن، شکونده و مدال گرفته و اینا. ببینید حالا من میخوام الان به این مسئله اشاره کنم. از تا اینجای مطلب میبینید حزب توده وارد ماجرا شده و حزب توده روابط نزدیکی هم با دستگاه امنیتی داشت. در واقع نفوذی صورت نگرفته بود، باید این توجه داشته باشید که حتی با دادستانی انقلاب عملیات مشترک انجام میدادن. یعنی مشخصا حتی خود کیانوری به قدوسی گفته بود چون شما اون اول انقلاب نمیتونید شکنجه کنید، دستتون بسته است، اونجا جای بوده، بدید ما شکنجه کنید. خب حتی موردی بود که اینا یه خونه بود که رفتن طرف یکی از ساواکی ها رو گرفته بودن، بردن اون تو برای اینکه شکنجه کنن، منتها از کمیته رسید اونجا همه رو دستگیر کرد. کمیته فکر کرد اینجا چون توده ایان و زیر نظر داشت، نمیدونست که اینا ساخت و پاک کردن با خود قدوسی، ملاحظه میکنید. یعنی اینطوری بود، ببینید. و این بخشی که عرض میکنم که رژیم کاملا میشناخت، یعنی نفوذی نبودن، به نوعی در ارتش فعالیت میکردن. حالا همین چجوری بود؟ بسیاری رو به دام مینداختن. اینا فعالین
در واقع سیاسی رو که میدونستن و میشناختن برای تقرب به رژیم و برای اینکه رژیم بهش اتفاقا با عنوان حزب توده به دام مینداختن. حالا میگم چطوری. ببینید در سالهای 60-61 اگر ما به گذشته برگردیم میبینیم که بسیاری دستگیر شدن تحت عنوان کودتا، کودتاچی مثل نیما، نمارا، نمیدونم گروه قدساده، اینا رو تماما حزب توده به دام انداخت. اینا هیچ کاری نکردن. اصلا کودتا چیه؟ مسئله نفوذ در سپاه، مسئله نفوذ در ارگان‌های مختلف، مسئله کاگبه، مسئله براندازی که بعداً مطرح میشه. شما در یک جا بگید که مشورتی با امام که هیچی، با دیگر مقامات زیرصلاح جمهوری اسلامی کردید در این همه تخلفاتی که انجام دادید، یک موردش رو اینجا نام ببرید. در جلسه هیئت سیاسی در مسئله اطلاعاتی که ما پیدا می‌کردیم، اگر این اطلاعات از مقامات مهم نظامی بود، به احتمال اینکه در اونجا این مسئله با صدا گفته بشه با این اشاره میکردم اینطور، یعنی این از اطلاع از اونجا هست، یعنی از مقامات نظام هست. به خصوص مسئله قطبزاده، این مسئله رو ما در هیئت سیاسی و هیئت اجرایی مطرح کردیم که ما تو این کار دخالت داریم و اینا اونجا هستن. خب این بالاخره اینا کی هستن؟ این هم در هیئت سیاسی مطرح شده هم در هیئت دبیران. شما نگاه کنید یکیشون آدم نظامی نبودن یا در جای حساس نبودن یا اصلا کسی رو اینها همراهش نبودن. ببینید اصلا قدس‌زاده خودش دستگیر شده، دوتا آخون باهاش دستگیر شدن، به اضافه وابسته نظامی ایران در یونان. خب اینا میخوان کودتا کنن چجوری؟ کجای دنیا یه نفر دوتا آخون میره کودتا کنه؟ و ببینید اینجوری اینها برنامه میریختن. حالا چطوری بود؟ همین آقای کبیری و عطاریان اینها در ارتباط با حزب توده، با سناریوی حزب توده نزدیک شدن به قدس‌زاده و به قول معروف کلاه قدس‌زاده رو برداشتن و اونو تحریک کردن و خودشون طرح میدادن، بعد هم ضبط میکردن همه حرفایی که میزدن. قدس‌زاده به قول معروف میگن گنده باز بود، خب، و آدم جاه طلبی بود. خب تو نشستی که نشستش فکر کنید سه نفر ماها بشینیم اونجا با همدیگه از این حرفا بزنیم، اون بگه من نیروی نظامی هم مثلا آدمی مثل عطاریان، این بگه مثلا من فلانم. خب اینها میدونید یک بار اسناد ارائه ندادن. مثلا قدس‌زاده در گفتگوها فلان کرده، خب همون صحبت بذارم. چرا؟ چون اونورش معلومه عطاریانه، اونورش معلومه که این یه کسی مثل کبیری هست. ملاحظه میکنید؟ به همین دلیل شما میبینید وقتی که حزب توده سازمان نظامیش دستگیر میشه، دیگه کسی به عنوان کودتا و کودتاچی تو ایران دستگیر نمیشه، برای که همش سر حزب توده بود. قدس‌زاده هم به خاطر کینه ای که از قدس‌زاده روسیه شوروی سابق داشت این بلا رو سرش آورده. بله بله بله، هم از اون هم از آیت الله شریعت مداری. خب این دوتا رو اونا اصلا به هم وصل کردن. اصلا داستان وصل قدس‌زاده به آیت الله شریعت مداری توته حزب توده بود. خب حالا نکتهش هم جالبه، وقتی اینا رو دستگیر کردن همه اینا رو، خب تمام اینا رو خود ریشهری محاکمه کرد. خب اما دو نفر خاص که باید ریشهری محاکمه میکرد ریشهری نکرد. دو نفر چی بودن؟ یکی عطاریان بود، هوشنگ عطاریان، یکی همین کبیری. خب این دوتا رو، خب که کبیری رأس همه بود، بالاترین عنصر نظامی حزب توده بود، خود چرا نکرد؟ چرا این نفر اصلی رو که باید خودش محاکمه میکرد آقای ریشهری نکرد و داد به یونسی؟ خب به یک علت، اون موقع یونسی اسم مستعارش ادریسی بود. خب به یه علت اینو داد به اونا. حالا چرا؟ برای که اینو میترسیدن اینا بیان تو دادگاه بگه مرد مومن، حالا ما نفوذی بودیم، مگه ما با تو همکاری نمیکردیم؟ مگه با هم دیگه طرح و برنامه نداشتیم؟ مگه با هم دیگه این همه آدمو تو تله ننداختیم؟ مگه قدس‌زاده رو من دست تو ندادم؟ خب برای اینکه مانع از این بشن، خب دادن محاکمه رو دست کی؟ دست یونسی، همین علی یونسی که بعدا وزیر اطلاعات شد.
بدن به اون، اون حکم اعدامه اینا رو داد. یعنی این داستان حزب توده. محمد مهدی پرتوبی، عضو هیئت سیاسی و مسئول تشکیلات مخفی حزب ملی توده. سرین کبیری فرمانده تیپ کلاه سبز ها بود در زمانی شاه. اینا در ارتباط با حزب بودن. سرین اکبریان هم بود. سرین کبیری به خاطر همون ارتباطاتی که از گذشته داشت به دستور حزب با آقای میرشهری رئیس دادگاه ارتش بود، با ایشون تماس برقرار کرد و بعد همکاری انجام میداد که نفوذ میکرد در گروههای اصطلاح راستی که علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکردن و بعد اونا رو گم میداد. آقای خود شده بعد این که ما یه مدار اعتماد کرده بود به کبیری، صحبت از این کرده بود که ما در تدارک فعالیت های برای کودتا هستیم. کبیری هم برای این که بتونه وارد بشه به اون جریان گفته بود که ما هم یه سازمان مشترکه در داخل ارتش هستیم، سایت مخفی داریم علی بکنم. کبیری اکبریان رو به عنوان رهبر اون سازمان معرفی کرد و بعد به اتفاق بهش مراجعه شده بود. طرز خود شده این بود که ما در دو مرحله بخواهم یک مرحله ادام و یه سال زدن سران نظام هست که به این ترتیب بود که به خونکارهای محلی موقعی تجمع رهبران نظام تختم آقای خمینی اونجا رو میزنیم. در مرحله دوم ما میان به عنوان ضد کودتا عمل میکنیم. پس این ترتیب ناپخته بچگانه میده داره. آقای ریشمی به آقای خمینی مراجعه میکنه و دستمت تعریف میکنه. آقای خمینی باور نکرده بوده، گفته بوده به من باید سند میخواد. برخواد اونها یک چیز سامسونه که در اختیار دوستان قرار میدن و میگن که با این چیز برید اشون ایره فشار بودیم و مکالماتتون رو به آقای خودشوت رفت بکنیم که اینا مراجعه میکنن و بالاخره این مکالمات رو ضبط میکنن. وقتی که آده بودن دیده بودن که چیزی ضبط نشده، دوستان ما از این بابت خیلی عصبانی بودن، ولی به هر حال دفعه دوم رفته بودن و تونسته بودن به هر حال شرایطی رو ایجاد کنن که آقای قطبزاده حرفش رو تکرار بکنه و اینو ضبط بکنن. شما ضمن معرفی خودتون علت دستگیریتون رو بیان کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. من صادق قطب‌زاده‌ام. علت دستگیری من در رابطه با برنامه‌ای بوده که به نام برنامه براندازی است که من سعی می‌کنم این همین برنامه رو و انگیزه هاشو و جنبندی که فعلا بهش رسیدیم یکی پس از دیگری عنوان کنم. دو نفر از یک سازمان افسری با من تماس گرفتن. بحث من همیشه هم جمله با همین افسرها به طور مفصل این بود که در ایران مسئله مذهب و مسئله استقلال هر دو باید وجود داشته باشه و جمهوری اسلامی تنها راه چاره است. نتوانسته بودم راجع به اینها تحقیق بکنم ببینم چی هستن چی هست. با برادرهایی که در زندان صحبت کردن، اونها در واقع ماهیت اصلی این اشخاص رو گفتن و گفتن که اینها در واقع عده‌ای سلطنت طلب و عناصر نابابی بودن. به نظر می آید قطب‌زاده هیچ وقت نفهمید که این دو افسر نفوذی حزب توده بودند و ربطی به نیروهای برانداز سلطنت طلب نداشتند. واقعا در این زمینه باید بگم که من یک اشتباه بزرگی رو مرتکب شدم که با یه همچه اشخاصی سر کار بگیرم. در حالی که قطب‌زاده در زندان است، کاگبه سعی می‌کند انتقام خصومت‌های او با شوروی را بگیرد. به قول ولادیمیر کوزیچکین، مأمور اطلاعاتیشان در ایران،
یک نامه رمزگذاری شده ساختگی از طرف سیا خطاب به مأموری بلندپایه آماده می شود. نامه ای که هر کارشناسی می تواند رمزش را کشف کند. در نامه اسم کسی نیامده، اما از محتوای آن هویت مأمور فرضی یعنی قطب‌زاده قابل تشخیص است. نامه را در بسته ای مشکوک در یک باجه تلفن کنار پمپ بنزین خیابان تابنده تهران می‌گذارند و با تلفنی ناشناس به مأموران امنیتی خبر می‌دهند. شاید مهمترین مسئله‌ای که در جریان قطب‌زاده بود مسئله ارتباطش با آقای شریعت‌مداری بود که خب خیلی مسئله رو حساس‌تر می‌کرد. چند تا متهم دیگه هم بودن که با اونا حرف می‌زد، ولی خب اینجوری نبود که مثلا بیا داد بزنه عصبانی بشه. مثلا میتونست بگه آقا من انقلابیم، با امام دوست بودم، من کمک کردم که انقلاب مثلا به ثمرش برسه. این چیزا رو هم نگفت، یعنی اصلا کاری با گذشته نداشت. فقط چیزی که مثلا قاضی مثلا براش خوند، خب اونجا بود از خودش دفاع کنه یا حرفش رو بزنه یا کاری هم که کرده ممکن اصلا بهش معتقد بود، همین دیگه، خیلی ساده. خب همینجوری زمان گذشت و یه بار دو بار سه بار چهار بار دادگاهش رفتم و گفتن امروز حکم نهاییشو میدن. گفتم خب چیزی نیست دیگه، چون از خودشون و خودی هم هست، ولی سمبولیک مثلا ممکنه مثلا بگن یه مدتی زندان و بعدش هم خب یواش یواش بره خونه. موقعی که میگن این حکم شما از اعدامین، اونجا واقعا براش یک شوک خیلی سنگینی بود. تنها عکس العملش چهرهش بود که اونجا واقعا عوض شد. مثلا کسی انتظارش نداشت که مثلا بگم شما اعدامید، و بیشتر توی چشما و حرکاتش میتونستی اونجا مثلا بدونی که تازه مثلا این مسئله رو درک کرده که الان دیگه تموم شد، دیگه مسئله دیگه روز آخره. و خب میدونیم که وقتی یه آدمی مثل افضلی که فرمانده نیروی دریایی بود میدونستن این توده‌ایه یا ارتباطات داره، ملاحظه میکنید، و حتی قرار بود آزادش کنن. خب ببینید تو خاطرات رفسنجانی اومده، هم رفسنجانی ناخدا افسری منظورتون های مثلی؟ بله ناخدا افسری، بله ناخدا افسری رو دفتر خامنه‌ای دستگیرش میکنن، یعنی رفسنجانی و خامنه‌ای به نتیجه میرسن، بعد اونو میخونش تو دفتر خامنه‌ای، تو دفتر خامنه‌ای دستگیرش میکنن. خب اینا تو خاطرات رفسنجانی اومده. بنابراین این رو باید توجه داشته باشین که اونها، یعنی طرحی که داشتن رفسنجانی و خامنه‌ای که اونو دستگیر کنن، افسری هم یک تعهدی بده و بعد ولش کنن. خب درست مثل بیت اوشانا نماینده آشوریا بود تو مجلس، اونم عضو توده بود. بیت اوشانا رو فقط دستگیرش کردن، یه دونه ازش بازجویی کردن، بعد ازش یه توبه نامه گرفتن و ولش کردن. قصدشون این بود که در ارتباط با این افضلی هم به همین ترتیب عمل کنن. حالا چی شده اون وسط اینو دیگه اعدامش کردن معلوم نیست. خب اینا رو میتونید به خاطرات رفسنجانی مراجعه کنید میبینید. پس این داستان اینا. حالا گفتم رو این جزئیاتش دیگه تکی نکنید، شما داشتید راجع به براندازی مثل که حواستون پرت شد. در مورد براندازی هم تو بودم بنده چیزی ها جواب بودن، در مورد براندازی اقدامی نکرد. من حتی روسی هم که آمد بازدار شد و نزدش کار میکرد بجا، و من به یودایی هم خدمت کردم بجا. هم اینجا نیست که شده نوالی این مسائل اشتباهات و گناهان و تخصیرات من رو بودم، من در انتظار این دارم که از من خودم مقصر میدونم. شما خودتون اعتراف دارید که هم خیانت کردید به جمهوری اسلامی و هم جاسوسی کردید. اگر خیانت و جاسوسی به منظور براندازی نبوده، پس به منظور به چه منظوری؟
شاید درک نمی‌کردید. بله، شاید درک نمی‌کرد. چی رو درک نمی‌کرد؟ اون قضیه مسئله رو شاید درک نمی‌کرد. اگر من قصد این که خدای نکرده عملی ضد نظام جمهوری اسلامی ایران از نظر ضربه زد، مگر جاسوسی ضد نظام جمهوری اسلامی نیست؟ مگر جاسوسی اقدام علیه جمهوری اسلامی نیست؟ رسید تا سال 67 خب سال 67 مجاهدین همچنان نفوذی داشتن تو رژیم. حالا چطوری؟ نه که نفوذ کرده باشن، دو نفر که من باشون از خودم میشناسم، باشون ارتباط داشتم، دو نفر، یکیش مصطفی خانبان ها و یکی سید حسین ستفریشی. مصطفی خانبانی ایشون دکتر بود، داروساز بود، تو میدون امام حسین داروخانه داشت، در زمان شاه زندان بود. ایشون و سید حسین ستفریشی هر دوتا عضو دوباره امت بودن، جنبش مسلمانان مبارز مال حبیب الله پیمان. اینا در همون سال اول، بخصوص سال 59-60، وقتی که میبینن پیمان به سمت رژیم رفته و مواضع اون رو میبینن، از این تشکیلات جدا میشن، اگرنه جز رهبران این تشکیلات امت بودن، جدا میشن و در واقع دیگه ارتباطشون رو با اون قطع میکنن. بعدها یواش یواش به مجاهدین نزدیک میشن. آقای سید حسین ستفریشی توی وزارت صنایع بود، یعنی یکی از معاونت های وزارت صنایع بود، و اینا چون عضو، در واقع اینا چون اصفهانی بودن، مصطفی و سید حسین ستفریشی، اینها جد با حلقه اصفهان که بعداً تو سازندگی بودن، تو نزدیک به رفسنجانی، خب اونها تو اون تو اونجا اصلا میدیدید اصلا یه جبهه کرمونیا بود، یه جبهه چی؟ اصفهانیا. اینا نزدیک بودن به اون باند اصفهانیا، یعنی باند اصفهانیا رو تشکیل میدادن تو سازندگی. خب مثل چی؟ به کرباسچی اصفهان، اطریانفر، عطاءالله مهاجرانی، محسن نوربخش، اینا به این حلقه نزدیک بودن. ملاحظه میکنید؟ به اینا و از اینا خبر می گرفتن و آخرین اخبار رو با جوهر مخفی برای مجاهدین می دوشتن. خب اینها هم نفوذی بودن. حالا اتفاقا خبر پذیرش قطعنامه رو اینها به مجاهدین پیش از اینکه خمینی به پذیره اینها خبر می دن با جوهر مرئی نامری که می نویسن، ولی مسعود رجوی خیره سرانه گزارش اینا رو نقد میکنه، میگه اینا بی خود میگن، میگه آقا ما این خبر تحلیل چی چیه، این خبر رو بد میدیم، ولی خب حالا دیگه اون رو قبول نمیکنن. بعد از پذیرش قطعنامه، مصطفی همراه با همسرش و دختر 5 سالش از کشور خارج میشه، میره پیش مجاهدین، میره تو عراق، مصطفی خانبانی و سید حسین ستفریشی که در مأموریت خارج از کشور بوده از اونجا میره عراق. اینا در نشست های مجاهدین بودن، منتها بعدن میان با اونجا آبشون توی جوب نمیره، بحث هایی هم داشتن، درگیری هایی هم داشتن، مخالفت هایی هم داشتن، بعدن بر میگردن ایران. این باشه. سید حسین ستفریشی یکی از کاندیداهای وزارت صنایع در دولت رفسنجانی بود، منتها یکی از عناصر رجوی که از مسئولین اطلاعاتی مجاهدین بود و در ترکیه هم بود، ابوالحسن مجتهدزاده، خب ایشون و مسئول ترکیه هم بود، در با شبکه داخل کشور مجاهدین هم ارتباط داشت، دستگیر رو بوده میشه در ترکیه. ملاحظه میکنید؟ در همون آبان 67 رو بوده میشه.
این آدم من چون از نزدیک میشناسمش آدمی بود بسیار بسیار به نظر من هم ابله هم ساده هم خود کسی که میخواست خودشو خیلی نشون بده خودنما بود کسی اینو اساسا به نظر من مخالف اولین یعنی ویژگیایی که با هر کمتر عنصر امنیتی میبینید اینا رو داشته باشه این آدم فکر کنید در آبان دستگیر رو بوده شده خیلی هم با تر پیچیده رو بودنش توی استانبول تو محله آکسرای و بعد اینو میبرن 9 روز بازجویش میکنن شکنجهش میکنن شکنجه که نه فقط بازجویش میکنن چون الان میگم چرا شکنجه نه بازجویش میکنن و اون نامه هایی که اینا 6 ماه پیش نوشته بودن نامرئی اون نامه ها رو توی کیف این پیدا میکنن و بعد در واقع از طریق این میفهمن این نامه های نامرئی رو کی نوشته ملاحظه میکنید حالا چرا میگم شکنجه نشده عرض میکنم حالا بهتون ولی اینها رو و بعد میبینن این اطلاعات مهمی داره و آدم مهمیه و ازش اخباری اطلاعات زیادی درآورده بودن از تهران تصمیم میگیرن که اینو بیارنش ایران اینو میندازنش صندوق عقب با 2 تا ماشین با خانواده راه میفتن از خود ترکیه تا بیان به برسن به تهران در حالا داستانش خیلی طولانی اگه بخوام تعریف کنم من تو کتاب گزارش 93 همه اینا رو آوردم و توضیح دادم خیانت رجوی رو و بعد فکر کنید این آدم معجزه آسا دم مرز فرار میکنه یعنی فرار میکنه که 2 تا بچه میبینن این داره فریاد میزنه میگه تروریست رو بعد اون بچه ها خبر میدن هلیکوپتر میاد دم مرز اینا رو میگیره و این در معجزه آسا نجات پیدا کرد و چند تا دیپلمات رو اخراج کردن حتی توی خاطرات رفسنجانی هم اخراج دیپلمات ها اومده و اینها این باشه از پشت سر من یه نفر برگشت گفتش به اسم فامیل من گفت ابوالحسن مشتی زاده شوکت فوش دادن منافقین دیگه آخرین لحظاتته من تا اینجوری برگشتم از اینجا تخ یکی زد من بالا سرم منوچهر متکی را دیدم همون کسی که سفیر رژیم بود در ترکیه حالا این آدم خب همون موقعی شکنجه شده بود آثار روش بود مجاهدین میتونستن به مطبوعات نشون بدن و برن طول درمان بگیرن هیچ کدوم اینا نبود چون خالم بهش نیفتاده بود خب ولی حالا اون موقع چه مزخرفاتی این اومد گفت و تحلیل های عجیب و غریب و ولی این کسی بود که عامل لو رفتن شبکه داخل کشور مجاهدین منتها مسعود رجوی در یک اقدام خائنانه به اینا هنوز تو ایران دستگیر نشدن به اینا از زمانی که مشتری‌زاده روبوده شده بود در ترکیه خب اینایی که تو ایران بودن همین مصطفی خانبانی و ستوسر ستفشی و شبکه‌ای که به اینا بست بود خب یه شبکه دیگه بود که مسئول دالوند بود اونم یه شبکه دیگه بود وارد داخل کشور مجاهدین که اونا همه دستگیر شدن ولی مسعود رجوی اینا تماس گرفتن گفتن این که روبوده شده برای ما خطر نباشه گفتن نه هیچ خطری نداره شما مطمئن باشید حتی 9 روز بعد وقتی این آزاد شد و به مجاهدین گفت که همه چیزا لو رفته و اینا الان سرشون تو ایران در خطره و الان میدونن ببینید مسعود رجوی باز هم خبر نداد باز هم به اینا هیچی نگفت اینا 1 ماه بعد دستگیر شدن توی این فاصله دستگاه امنیتی جلو خونه اینا توی خونه دوربین گذاشته بود و تمام رفت آمدهای اینها رو تحت نظر داشت میدونید و اینا باز با ملی مذهبی های رژیم مثل صحابی رابطه داشتن مثل هدا صابر رابطه داشتن ابراهیم یزدی رابطه داشتن و فکرشو بکنید منتها در اثر خیانت رجوی اینا دستگیر شدن و بعد اعدام شدن من تو زندان اینا رو دیدم اون موقع اینها نمیدونستن از کجا خوردن چون نامه های دستنویس رو به نامه خودشون که نامردی بود جلوشون گذاشته بودن و این اینا رو گیج کرده بود چه رژیم نامه‌ای که دست مجاهدین رسیده و خبر سلامتی اون نامه اومده چجوری اصل نامه دست بازجوهاست این اینا رو گیجشون کرده بود ملاحظه میکنید و همین این من بعدن از تحقیقاتم این ابوالحسن مشتری‌زاده عامل لو رفتن بوده و خیانت رجوی که اینو به اطلاع اینا نرسوند و اینها رو تو تور امنیتی باقی گذاشت اینا اونا قبلی‌ها سرویس امنیتی کارهایی که می‌کرده و اینا در واقع اینا نفوذی بودن حالا تو سیستم امنیتی نبودن ولی در خط دستگاه دولتی بودن
ببینید اینا دهه اول انقلابه، ولی بعد از اون ببینید مجاهدین تو ایران حضور ندارن، مطلقا نمیتونن نفوذ کنن در سیستم مطلق. خب و هیچ مورد دیگه ای ما نمیبینیم که مجاهدین نفوذی در سیستم یا سیستم امنیتی اطلاعاتی کرده باشن. دیگه هیچ یک از سازمان‌های به اصطلاح که بعد از انقلاب بودن مثل چپ ها کمونیست ها تو روز روزش اینا خطشون نبود که نفوذ کنن تو رژیم، روز روزش خب که رژیم مثل آبکش بود. بعدن که دیگه اساسا اینا خودشون هم همه از کشور خارج شدن، اومدن در خارج از کشور، هیچ موقع هم خطشون نبوده. خب مطمئنن بعدها هم شما هیچ مارکسیستی هیچ کمونیستی رو نمیدونی که در رژیم نفوذی باشه. خب اصلا وجود نداره همچین چیزی. جریانات دیگه سیاسی ایرانی هم که اساسا پی ماجراها نیستن، مثلا جبهه ملی و نهضت آزادی میخوان نفوذ تو کی بکنن، چجوری بکنن، اصلا اونا موضوع کارشون این نیست. خب و هیچ یک از سلطنت افراد وابسته به سلطنت، من در تمام مدتی که زندان بودم و در طول این 40 سالی که در این زمینه ها تجربه دارم یا کار کردم یا خوندم، یک دونه هم سلطنت طلب ما پیدا نکردیم که مثلا نفوذی باشه یا وابسته به گروه های سلطنت باشه ولی نفوذی در سیستم باشه. چنین چیزی اصلا نیست و نمیتونه باشه. خب منتها میرسیم به چی؟ در دهه دوم و سوم رژیم آهسته آهسته به خصوص بعد از جنگ خیلی از نیروها متوجه پوشالی بودن شعارهای خمینی میشن و بعد میبینن که چجوری سیستم فاسده و چجوری داره یواش یواش خود سیستم تبدیل به یک سری باندهای مافیایی میشه. در این باندهای مافیایی حالا سرویسای امنیتی خارجی رو هست، صدر اینا موساد، به خاطر یک به چه دلیل موساد هست؟ به خاطر که خیلی براش مهمه امنیتشه و برای اینکه رژیم زیر گوشش هم در سوریه هست، هم در لبنان هست و هم در غزه هست، خب هم در کرانه غربی هست، بنابراین اسرائیل براش مسئله بود و نبوده. به این علت باید نفوذ کنه، به این علت بایستی سرمایه گذاری کنه، میکنه و موفقه. یه موقعی مسئول میز ایران تو وزارت اطلاعات دستگیر شد، حتی اسمش هم نمیگن، تو اوین بودا نکشتنش هم، حتی اسمش هم نمیگن، چرا نمیدونیم. حتی همون مسئولی که احمدی نژاد افشا کرد، درسته؟ نمیدونم، حتی ما نمیدونیم که چون احمدی نژاد یه نفر افشا کرد که مسئول میز چیز عامل اسرائیل، ولی من قبل از اینکه باشه تو اوین 5-6 تا بودن، اسم یک نفر از اینا مطرح نشده تا حالا، ولی کسانی بودن که توی اوین بودن. خب این شما توجهش کنید که در واقع خود رژیم هم از همون موقع از نفوذ موساد تو سرویس امنیتی میگفت، ولی چیا رو میگفت؟ شما نگاه کنید مثلا کسانی که مثلا مثل سعید امامی، خب اینا سعید امامی خلصترین نیروشون بود، یا مثلا اکبر خوشکوشک یه تروریست آدمکش جیانی لاابالی که خود منم دستگیر کرده، منم میشناسمش دقیق. خب و اول دفعه میدونم که راجبش مقاله نوشتم. بنابراین میان اینها رو قبه رئیس دفتر نمیدونم سعید امامی و اون همه عناصر وفادار دستگاه امنیتی رو، آدم کشای کسایی که مثلا قتل میکردن، اینا رو همه رو اومدن گفتن نمیدونم عامل موسادن، در حالی که عاملای موساد همه آزاد بودن، یا اگه دستگیر میشدن فقط به زندان متهم میشدن. و اینها شما ببینید مثلا مصطفی کاظمی رو اومدن گفتن عامل خارجی، یا علی خانی رو اومدن گفتن عامل خارجی، خود خامنه‌ای گفت اینو عامل موساده، خود خامنه‌ای شخصا گفت تو صحبتی که میکنه خامنه ای میگه اینو مأمور بوده. خب همه رو میارن همه شکنجه میکنن، میگن بیاد اعتراف کنن که ما مأمور بودیم. خب عالی خانی و بقیهشون که همه میکنن. بنابراین میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، توی این فاصله تردیدی در نفوذ موساد در سیستم امنیتی نیست، اما اونا ایده بیگناه میگیرن میگن عامل موساد. خب تو خود بیگناه که عرض میکنن در ارتباط با اتهامات که بهشون زده میشه، اگر نه اینا خودشون جانی هن آدم کشن، منظورم اینه، اونا رو میگیرن آدم کشن و جانی هن خودشون رو میگیرن در عنوان موساد، در حالی که مامورای موساد آزادن و دارن ضربه میزنن و بعد از اون هم زدن و باز هم زدن، اونایش هم که لو رفته هیچ موقع معرفیشون نکردن. بعد میرسه عوامل چی؟ میرسه به عوامل نفوذی
روسیه. محال ممکنه روسیه توی سیستم نفوذی نداشته باشه، محال ممکنه. چرا حالا؟ برای اینکه روسیه منافع داره تو ایران، به خاطر منافعی که داره حتما در جای حساس نفوذی خودشو داره. ولی تا حالا ما یه دونه نفوذی روسیه داره نهیدیم اینا میگیره، یا یه نفر رو به اتهام در واقع رد کردن اطلاعات و اینها به روسیه اینا تا به دست کشه میشه تو ایران، ما تا حالا نشدیم. بنابراین دو تا نیرو، بقیه به نظر من حالا ممکنه اینجا و اونجا CIA و اینا جاسوس داشته باشن، نفوذی ندارن. ملاحظه می‌کنید جاسوسه. من با شبکه جاسوسی امریکا در ایران هم بند بودم، میشناسمشون. در سال 68 خب از در واقع شما نگاه کنید فرماندهان نیروی دریایی هوایی اینا رو اعدام کردن، در حالی که مثلا یه نفری رو به این جور اعدام کردن، ناخدا فرخ‌نیا، خب ناصر فرخ‌نیا، ببخشید بله ناصر فرخ‌نیا، او اصلا یک آدم شریفی بود، انقدر دوست داشتنی بود که حد نداره. به خاطر برادرش دستگیر شده بود، برادرش جاسوس آمریکا بود. شما فکر کنید برادره رو آزاد کردن، اینی که بیگناه بود اعدام کردن. خب من با جفتشون هم اتاق بودم و انقدر این آدم وارسته و شریفی بود که حد نداشت، ناصر فرخ‌نیا. خب اون سرهنگ بهرام ایلخانی اون چیز گرفته بود، چی میگن نشان تقدیر تو جنگ گرفته بود. خب البته اون هم چجوری، ببینید شما باور نمیتونید بکنید، این کسایی که دستگیر شده بودن تحت عنوان جاسوس، خب من باشون بودم دیگه، بعضی از اینا مثلا قیمت نخود لوبیا میفرستدن برای این بر. یا باز میگم یه نفری که یه مقداری وزنه بود، بهمن آقایی دیبا، ایشون تو وزارت خارجه بود، دبیر سوم چهارم توی سفارت هند بود، ایشون دستگیر شده بود. خب این بود، واقعا بود، یعنی اطلاعات داده بود به امریکایی‌ها و در خاطر دریافت پول. ولی بعد حکم زندان گرفت، اینو اعدام نکردم که بود، بعدم آزاد شد، اومد یه موقعی تو صدای آمریکا به عنوان متخصص میوردنش کارشناس صحبت میکرد. ولی ایشون متهم که نه، در ارتباط با جاسوسی برای امریکا بود و به این علت دستگیر شده بود. من میگم تقریبا همشون هم من بودم، ما همشون، خب و تقریبا اکثرشون رو میشناسم. ولی اینا واقعا کاری نبودن، غالبا چجوری به تور افتاده بودن، رفته بودن خارج از ایران، حالا مثلا چه در ترکیه و در فرانکفورت اونجا میرفتن، یا مثلا دبی میرفتن تو سفارت امریکا، سفارت امریکا میرفتن ویزا بگیرن، اساس اطلاعاتی که سفارت میگیره و پست و موقعیتی که طرف داشت میبردنش اتاق بغلی، اونجا مأمورین CIA بودن، بعد اونجا بهش پیشنهاد میکردن برای ما کار میکنی، اگه برای ما کار میکنی از این به بعد هر موقع بخوای ویزا بگیری آمریکا بری همیشه برات مأموره، اینجوریه اینجوری، این سری امتیازات هم به اینا میدادن. خب اینجوری یه دهی به طور اینا افتاده بودن و تحت عنوان همکاری با اینا به بعضیشون حتی یاد داده بودن چجوری پیام بفرستن، ولی چه پیام هایی بفرستن، اما اخبار روزنامه رو بفرستن برای اینا، من باشون صحبت کردم میدونم و هیچ تقریبا نبود. بر من روشن نشد که اینا چجوری به دام افتادن، چجوری لو رفتن، ولی میخوام بگم اینها بودن. من به نظر من امریکایی ها در این حد و حدود میتونن هنوز هم داشته باشن، خب ولی نه بیشتر. و اساساً رویکرد آمریکایی‌ها کاملاً متفاوت از موساد، و موساد تا به نظر من نفوذ عمیقی در سیستم داره و برای همینه که متوجه میشه اسناد اتمی تو ترکوز آباده، یا به قول احمدی نژاد از طبقه نمیدونم سوم چهارم یا از طبقه چندم میان سقف و سوراخ میکنن میان تو، همه اسناد رو برمیدارن میبرن که رژیم هیچ موقع نگفت، میدونید. یا مواردی که ما اینجا و اونجا میشنویم نشون میده که موساد نفوذ بسیار بسیار زیادی داره، کما اینکه شما نگاه کنید نزدیکترین افراد به حسن نصرالله نه الان، سابقا مأمور موساد بودن
مأمور CIA بودن، مأمور موساد بودن و خب دستگیر شدن و حتی کشتنشون و اینها. و مطمئن باشید در سیستم هم از این عوامل به خاطر امنیتش موساد داره. من حتی فخری‌زاده رو به خاطر میارم که رئیس سابق موساد به طعنه گفته بود که ما حتی میدونیم که چه عطری استفاده میکرد فخری‌زاده، یعنی نزدیکترین افراد حتما نمیتونه. ترور فخری‌زاده قشنگ نشون میداد که تا اینا خیلی در اونجا نفوذ دارن و دست بالایی هم دارن. بخشش تکنیکه ولی بخش دیگه ایش به نظر من عامل توی نفوذیه و توی سرانه است که اینا میتونن این درصد از اطلاعات رو داشته باشن. آقای مصداقی، من فقط اینو متوجه نشدم، چطور جمهوری اسلامی علی‌رغم این همه شدت بالای نفوذ نتونسته این قضیه رو علی‌رغم تمام ضرباتی که میخوره جمعش کنه حداقل یه جایی؟ ببینید، خب به نظر من یه دلیلش به خاطر فسادی است که در درون رژیمه و نابرابری که هست، بی‌عدالتی که هست، بعد ناامیدی که هست. بعد همه میبینن که این شعارهایی که رژیم داره میده، عوامل رژیم میدن، بعد با غارتی دارن ملت رو میکنن، اینا تولید کینه میکنه. اینا هم هست، اینا هم همه موثره. به نظر من به خاطر این فساد نمیتونن جمعش کنن، چون دیگه نیروی خلص نیست، نیروی ایدئولوژیک نیست. این نیرو شما نگاه کنید، قالب اینا رو به سادگی میتونید تو تور بندازیدشون با یه زن، قالب اینا رو. و بعد افتضاحاتی که شما میبینید، افتضاحاتی که باجناها داشتن، و شما نگوید افتضاحات باجناها رو نگاه کنید کجا میتونید اینا پیدا کنید شما؟ حالا ممکنه در همه جای دنیا ما همجنسگرا داریم که خب در پست وزیر و برند خاص وزیر و رئیس جمهور اینا هم باشن، هیچ اشکالی نداره. ولی شما نکنید به شکل مفتزهانه رو. بعد شما فکرشو میکنید طرف داره میاد بیرون چه شعارهایی میده، بعد چجوری دم از نمیدونم اسلام و فلان و نمیدونم مبارزه با فساد و بعد تمام یه بوتار موی زرا بیرون باشه. برای بعد مسئول وزارت مثلا یا مسئول مدیر کل ارشاد یه دونه استانه، خب شما نگاه کنید چی کارشو کردن؟ هیچ. شما رو به یک دونه از این آدم ها رو که حتی به این فضاحت دوچار شدن ازشون منتشر شد مجازات نکردن. اون سردار زاره ساعت ها ازش فیلم داشتن، زنها رو مجبور میکرد جلوش بیان. خب اینا رو همه حفاظت اطلاعات چیز فیلم گرفته بود، حفاظت اطلاعات خود قوه قضاییه ساعت ازش فیلم گرفته بودن که 6 تا زن میآورد تو خونه لختشون میکرد، میگه حالا نماز بخونید، با لخت نماز بخونید، لخت برید سجده، لخت برید رکوع. خب شما فکر کنید یه همچی آدمی رو چیکارش کردن؟ هیچی. فرمانده انتظامی ترور بزرگ هیچ کاریش هم نکردن. بله، فقط از جلو چش مردم بردنش کنار، همون. هیچ کم دیگه اصلا نمیگیره، سراغی نمیگیره. خب شما میکنید توی همچین سیستمی با یه همچین فسادی با یه همچین داستانی که آدم خریدن سخته، آدم به طول انداختن سخته، مثل آب خوردنه. بله دقیقا. من واقعا تبریک میگم، حافظه قوی شما شگفت انگیز بود. حالا شنوندگان بدونن که ما این مصاحبه رو فکر میکنم نیم ساعت 40 دقیقه قبل با آقای مصداقی هماهنگ کردیم و ایشون تمام این اطلاعات رو از روی حافظه قوی خودشون بیان میکردن بدون اینکه حالا از قبل بخوان نوتی آماده داشته باشن. فقط آقای مصداقی، به عنوان فصل پایانی این گفتگو، خب حتما شنیدی توی اخبار که یکی از دلایل عقب افتادن حمله اسرائیل گفتگوهایی بود که با آمریکا داشت. به هر حال آمریکا از اسرائیل خواسته هایی داشت که به بعضی جاها حمله بکنه یا شدت حملهش حداقل کمتر باشه، و خب تا به الان هم به این دلیل میگن که طول کشیده. در هر حال میگن که توافقات آخر رو بایدن و نتانیاهو با هم کردن. کابینه امنیتی اسرائیل هم روز گذشته جلسه نهاییش رو در مورد تصویب این حمله و نقاط حمله برگزار کرد و خب هر آن باید منتظر حمله باشیم. با توجه به این اخبار و اطلاعاتی که در این چند روز منتشر شده، شما تصور میکنید، ایرج مصداقی تصور میکنه که اسرائیل ممکنه به کجاها حمله بکنه؟ ایرج مصداقی، حالا من از اونجایی که از مذاکرات پشت پرده خبری ندارم نمیتونم راجع به این مسئله، نه با توجه به اطلاعاتی که آمریکا مثلا گفته که
از ایران خواسته که به جای هسته‌ای حمله نکنه یا به نظر من که هسته‌ای حمله نمی‌کنه، چون اسرائیل به تنهایی هم نمیتونه این کارو انجام بده. ملاحظه میکنید؟ نیاز داره به امریکا و نیاز داره به در واقع همراهی امریکا، چون فقط و فقط در دنیا امریکا میتونه ضربات کمرشکن به پروژه هسته‌ای رژیم بزنه و هیچ نیروی دیگه چنین امکانی رو نداره از جمله اسرائیل. میتونه ضربه بزنه ولی نمیتونه اون رو جمع جورش کنه، ولی امریکا میتونه. بنابراین امریکا فشارهایی که تا این لحظه آورده و کشورهای عربی آوردن، به نظر من تاکید میکنم باز هم به لحاظ راهبردی، به لحاظ استراتژیک، کاریست به غایت غلط. و من تصور میکنم همه این فشارهایی که در طول ده روز گذشته آوردن برای بازداشتن اسرائیل یا برای محدود کردن ضربات، اشتباه بزرگ و راهبردی امریکاست. منتهی مطلب، دولت بایدن در شرایطی قرار داره، شرایط قبل از انتخابات، کمتر از یک ماه دیگه 25-6 روز به انتخابات امریکا مونده، اونها مسئلهشون نه امنیت منطقه است، نه امنیت اسرائیل، و تنها چیزی که اونها براشون مهمه پیروزی در انتخابات یا در واقع جلوگیری از شکست در انتخابات و بالا بردن ضریب امنیت در واقع خودشون. و مطمئنن این فشارهایی که تا حالا امریکا آورده و مؤثر هم بوده که اسرائیل از تا این لحظه اون ضربه‌ای که وعده داده بود و نزده، به نظر من این فشارها با منافع مردم ما حتی و منافع مردم منطقه و صلح در منطقه در تضاده. ظاهرش اینه که اسرائیل از حمله باز می‌داره، ظاهرش اینه که در جنگ در منطقه جنگ نمیشه، ظاهرش اینه که از سطح تنش‌ها کاسته میشه، ولی تأثیراتش دقیقاً برعکسه. و این نگاه منه. و من تصور می‌کنم نظام نکبت اسلامی در طول یک سال گذشته، حالا قبلش رو به کار ندارم، تمام موضوعات زیر سر رژیم بوده، از خود 7 اکتبر گرفته تا بعد از اون تا فعال کردن حزب الله و انصار الله علیه اسرائیل، در حالی که ما می‌دونیم هیچ حمله‌ای از طریق از اسرائیل به نه به یمن بوده نه به لبنان، ولی در صورت اینها در طول یک سال گذشته از طرف رژیم فعال شدن. بنابراین امروزی که رژیم خودش از پشت پرده داره میاد بیرون و امروزی که رژیم داره خودش مبادرت به حمله میکنه، اینجا اشتباهه که شما دوباره رژیم رو بخواید به پشت پرده ببرید. این اشتباه محضه. و خب ولی امریکایی‌ها بر اساس منافع خودشون این کارو میکنن و تا اینجا کردن و تا اینجا موفق بودن. حالا در هر صورت تلاش اونا همه اینه که این حمله محدود باشه و از اون طرف به رژیم هم هشدار بدن که در مقابل حمله محدود واکنشی از خودش نشون نده مثل دفعه قبل. حالا باید ببینیم سطح پذیرش نتانیاهو چقدر هست، دولت اسرائیل چقدر هست، چون میبینیم که لااقل در طول یک ماه گذشته به نظر من خوشبختانه اسرائیل حرف‌شنوی از امریکا نداشته، چون میدونیم هم امریکا هم غرب خواهان آتش‌بس بودن قبل از ضربات اخیر به حزب الله. توجه کنید اگر این آتش بس پذیرفته میشد، ظاهرش صلحه ها، ظاهرن صلحه، ظاهرن جلوگیری از نمیدونم افزایش تنش ها در منطقه است، ظاهرش این بود دیگه. ولی یادتون باشه اگر حزب الله، اگر اسرائیل پذیرفته بود طرح اروپا و طرح امریکا رو، اگر پذیرفته بود امروز هم حسن نصرالله زنده بود، هم سلسله فرماندهی حزب الله زنده بود، هم هاشم صفی‌الدین زنده بود و هم مسئولین اطلاعاتی و امنیتی حزب الله و اینها در آینده و بعد شبکه موشکی حزب الله کاملا دست نخورده باقی مونده بود و میتونست تهدید بزرگی در آینده هم باشه و امروز میدونیم حداقل بیش از 50-60 درصد این از بین رفته. من تصور میکنم که اسرائیل خط درستی رو رفت که به اینها توجهی نکرد و حالا دیگه بقیهش رو نمیده، باید مشاهد باشیم ببینیم که چه خواهند کرد بعد از تصمیم گیری اخیرشون. بله خیلی ممنون آقای مساقی. ما قرار نبود انقدر طولانی باشه، اما
این بحث نفوذ شما محبت کردید، بزرگواری کردید، به صورت کامل توضیح دادید و فکر میکنم واقعا یکی از محتواهای ماندگار بشه این گفتگو در فضای مجازی. در هر حال خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. من خواهش میکنم، خیلی ممنون. حالا اگر اینجا و اینجا دیگه نقطه ضعفی هست و اینا، برمیگرده به حافظه من و برمیگرده به اینکه من از حافظه صحبت کردم و ذهنم هیچ یادداشتی نداشتم و میتونه اینجا و اونجا نکاتی از قلم افتاده باشه. نه خیلی عالی بود، خیلی ممنون.